تب آخر براش استروک ها جیامتری هست. هر کدوم از این پوینت هایی که شما اینجا میبینید همون نقاطی هستند که میتونید با این ابزار اونها رو جابجا بکنید. همونجور که اینجا شما میتونم من این رو به صورت عددی هم جابجاش بکنم و اگر بخوام خیلی دقیق اونجا بیارم که دوست دارم. شما میتونید اونها رو کی فریم هم بزنید و انیمه هم بکنید که البته خب به این قسمت میرسیم تو درس های بعدی. اینجا شما دو تا تنظیم دیگه دارید، یکی لینیره که برمی داره خط رو برای شما خیلی خشک و تیز میکنه و یکم بی اس پی لاینه. با بی اس پی لاین هم توی قسمت ماسکینگ و کرییت کردن این ابزارها آشنا شدید. دقیقا عین همون فرایند اینجا هم وجود داره و عین همون کار رو انجام میده. کلوزد هم که شکل رو برای شما میبنده. به طور مثال اگر من یک همچین شکلی داشته باشم، کلوز میاد این دو تا نقطه آخر رو به هم وصل میکنه. اما قسمت ادوانست، یه نکته جالبی در مورد قسمت ادوانست ما وجود داره و اونم داینامیکسشه. داینامیکس چیکار میکنه؟ ببخشید، من اگه اینجا بدون اینکه هیچ کاری بکنم فقط داینامیکس رو روشن بکنم و پلی رو بزنم، یکی همچین اتفاقی میفته. این کار برای تمام براش ها هست. یعنی شما اگه براشتون رو تبدیل بکنید به 3D، اگر براشتون استروک خاصی داشته باشه یا هر چیز دیگه میتونید از تب ادوانس استفاده بکنید. محدود به هیچ وجه نیست و روی تمام براش ها قابل اجراست. اما برای اینکه راحت تر بفهمیم که این داینامیکس ما چطور کار میکنه، من میام به قسمت لایبرری، به قسمت پارتیکل امیترز و از اینجا یه دونه بلک اسموک رو انتخاب میکنم. اگر شما قبلا کار 3D کرده باشید حتما با پارتیکل و سیستم های پارتیکلی آشنا هستید. اینجا ما یه اجازه بدید من اول بیام این داینامیک رو آف بکنم تا خدمتتون بگم که این چجوری کار میکنه. خب ما بعدا به قسمت پارتیکل میرسیم، ولی فقط اینجا شما این نکته رو در نظر داشته باشید که ما برای سیستم هایی که اینطوری تراوش میکنن یه چیزی رو، پارتیکل سیستم ها در واقع سیستم هایی هستند که یه چیزی رو تولید میکنن توی یه زاویه و یه جهتی، یه ریت برت ریت دارن، یعنی چند تا از اینها در آن واحد تولید بشه، لایف یا اینی که چقدر زندگیشون طول بکشه. مثلا مگر اینجا لایف رو خیلی کم بکنم، شما میبینید که اینها خیلی زودتر میمیرن. اگه یه خود زیادترش بکنم شما میبینید که دیرتر میمیرن. اسکیل که بزرگی کوچیکشون ره. اما نکته که برای ما جالبه و برای ما مهمه، من اجازه بدید اسکیل رو کوچیکتر بکنم، امیشن رینج ماست. امیشن رینج در واقع قطر جاییه که این امیشن انجام میشه، این تراوش انجام میشه. من اگر زیادش بکنم شما میبینید که قطر جایی که داره تراوش انجام میشه بیشتر میشه. و این هم که خوب سرعتش. نمیدونم این کاری که من اینجا انجام دادم و مثالی که با این پارتیکل زدم چقدر میتونه ما کمک کنه به فهمیدن و این موضوع که دینامیک توی براش هم خیلی نزدیک به این اتفاق. همونطور که ما اینجا یه امیشن رینج داریم، برای براش توی داینامیک هم یه امیشن انگل و امیشن رینج داریم. 360 درجه در حقیقت همون دایره کامله. به طور مثال من اگر این رو تمام چیز رو باز بکنم 360 درجه میشه و اگر بیام اینجا پلی رو بزنم شما میبینید تو تمام جهت ها حرکت میکنه. برای خط هم همینطوره. برای یه دونه پینت شما میتونید بگید مثلا فقط توی 30 درجه این امیژن انجام بشه. لایفی که شما اینجا میبینید دقیقا این همون لایفی که اونجا داشتیم و رندومینس یه مقدار بهش بی‌نظمی میده. اسپید هم همون سرعتشه. امیشن انگل ما هم زاویه پخش شدگیه. شما الان میبینید زاویه خاصی نداره. مگه این پارتیکل رو انتخاب بکنم، در واقع این امیشن رینج منه، این اندازه‌ای که شما اینجا میبینید، یعنی انقدر زاویه تراوش باشه و این زاویه‌ای که اینجا میتونم تعیین بکنم امیشن انگل منه، یعنی مثلا به این سمت
تراوش بکنه، به این سمت تراوش بکنه. خب حالا من این پارتیکل رو حذف میکنم و میریم سراغ همون براشم. امیشن انگل رو من میذارم مثلا روی 40 درجه، یعنی زاویه تراوش من 40 باشه و رنجش هم 30، یعنی مثلا یه همچین چیزی باشه. البته ببخشید برعکسش، روی این ور الان تراوش میکنه. سرعتشون مثلا اینجا 100، شما ببینید اگر من بکنمش مثلا 200 خیلی این اتفاق سریعتر میفته. و رندومینس هم که بهشون بی‌نظمی میده. اسپین و اسپین رندومینس هم برای شرایطی که میخواین حول محور خودشون بچرخن. مثلا من اگر اینجا این شکل، حالا یه شکل دیگه انتخاب بکنم از توی کانتنت، مثلا این فلوریش رو انتخاب بکنم و به این براشمون نسبت بدم، و بیام توی قسمت ادوانس، شما میبینید که اگر اسپین رو من مثلا 30 درجه بذارم، اجازه بدید یه مقدار بزرگترش بکنم که راحت تر دیده بشه، یه خوردم اسپیسینگ رو بیشتر بکنم. و حالا اینجا من اگر توی شرایط عادی وقتی من پلی میکنم، شما میبینید که اینا حول محور خودشون نمیچرخن، اما اگر اسپین رو من بزنم و بگم مثلا 40 درجه حول محور خودتون بچرخید، شما میبینید که در حینی که تراوش میشن حول محور خودشون هم 40 درجه در ثانیه میچرخن. یه رندوم مثلا 30 درجه هم میتونید شما بهش بدین، یعنی 10 درجه چه 40 درجه، بعضیشون 10 درجه میچرخن بعضیشون 40 درجه و بین این دوتا عدد. همونطور که شما میبینید الان بعضیشون سریعتر و بیشتر میچرخن، بعضیشون کمتر. دقیقا لایف هم به همون صورتی که اونجا دیدیم، من میتونم اینجا لایف رو مثلا خیلی کمتر بکنم و اونا خیلی سریعتر میمیرن. حتی کمتر هم فکر کنم بتونم بکنم. پس از پینت براش هاتون شما توی موشن میتونید توی کارهای خیلی زیادی استفاده بکنید، کاربرد خیلی زیادی داره و فقط چند تا تاش ساده نیست. شما واقعا تعداد کارها و چیزهایی که میتونید باش انجام بدید شاید بیشمار باشه. خب این هم از قسمت پینت.